سلام دوستان، به دنیای امروز خوش آمدید. پریسا سایت هستم در برنامه دنیای امروز از تلویزیون اندیشه لس آنجلس. در برنامه امروز در رابطه با سفر جنجالی و پرماجرای آقای دونالد ترامپ به عربستان سعودی و اسرائیل و پس از آن البته به واتیکان صحبت خواهیم کرد. تا الان ایشون در اسرائیل هستند و این سفر در حقیقت تیتر اصلی روزنامه های خاورمیانه، اسرائیل و جهان بوده، به ویژه در شبکه های اجتماعی. نگاهی میکنیم به رویکرد آقای ترامپ به منطقه، به خاورمیانه و در حقیقت این سفر تاریخ ساز و استثنایی. مهمان من و همراه من در این برنامه در قسمت اول آقای امیر فخرآور هستند، استاد دانشگاه ایالتی تکساس، پژوهشگر. خیلی خوش آمدید آقای فخرآور عزیز. کجا تشریف داشتید؟ ما چند دقیقه برنامه رو دیر شروع کردیم به خاطر تأخیر شما. من هم یارو احتمالا صداتون کم میاد. منتظر بودم. الان صدای من درست شد. بله. درود بر شما. درود به شما. فرید عزیز و درود بر همه ایرانیان عزیز که تلویزیون اندیشه رو دارن الان نگاه میکنن. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. همجور که آگاه هستید این سفر آقای، البته قراره که 10 روزه باشه، سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی. اولا که خود این سفر تاریخ ساز بود، اولین بار هستش که رئیس جمهور امریکا مستقیما در دوره اول ریاست جمهوریش به عربستان سعودی سفر میکنه و حتی اولین بار هستش که به قول خود آقای نتانیاهو به کشور اسرائیل سفر میکنه و این در حقیقت نقبی که ایشون زدن به و دارن میزنن به کشورهایی که در حقیقت کشورهای اصلی در مراکز اماکن مقدس هستن، مثل عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان، میتونه سیمبالیکلی گویای رویکردهای متغیری باشه. امروزا خیلی عقیده دارند که آقای ترامپ در حقیقت با این رویکردی که نسبت به مسئله ایران به ویژه، برای اینکه دغدغه ما همیشه ایران هستش و این اولین بار هستش که ایشون با لحن بسیار تند و سریع ایران رو بانی و باعث بحران در خاورمیانه، بی‌ثباتی در خاورمیانه و عدم امنیت در خاورمیانه خوانده و این در حقیقت تغییر رویکرد سیاست امریکا رو به نوعی در حقیقت به ما نشون میده. یا شما هم موافق هستید که با آمدن آقای ترامپ سیاست خارجی امریکا نسبت به تحولات خاورمیانه، به ویژه نسبت به رژیم جمهوری اسلامی، تغییر کرده نسبت به آقای اوباما؟ خب مطمئناً اینجوری هست خانم دکتر. مشکل نکته‌ای که هست درباره اولین ها گفتید، اتفاقات بسیار زیادی افتاد توی این سفر، میشه گفت تاریخی، اتفاقاتی که برای نخستین بار داشت رخ میداد. وقتی هواپیمای پرزیدنت ترامپ از به فرودگاه بن گوریون در تل اویو نشست دیروز، همه شوکه بودن. لحظه بسیار بسیار تاریخی و باور نکردنی بود برای اینکه این هواپیما مستقیما از سعودی به تل اویو، عربستان سعودی داشت به اسرائیل میرفت. این اولین بار هستش که یک همچین پروازی انجام میشه. بله. دقیقاً این نخستین بار بود که چنین اتفاقی افتاده بود که پروازی مستقیما از عربستان سعودی به اسرائیل انجام بشه و حالا این پرواز مسافرش پرزیدنت دونالد ترامپ هست. و خیلی خیلی چیزهای دیگر رو برای ما این وسط روشن میکنه. اگر ما بیتوین دی لاین به قول خارجی، اگر ما بین خطوط رو بخونیم ببینیم چه اتفاقی داره واقعا رخ میده. وقتی پرزیدنت ترامپ اولین مقصد، در واقع اولین سفر خارجی دوران ریاست جمهوری خودش رو قرار میده رفتن به کشوری که میشه گفت جنجالی ترین بخش سیاستش در دوران کمپین انتخابات ریاست جمهوریش مربوط بود مستقیما به همون کشور، مردم اون کشور. بله. و به منطقه‌ای که اون کشور به عنوان مادر تمام اون اعتقاد شناخته میشه، یعنی مربوط به مسلمانان.
و حتی انتقادی که از عربستان سعودی به عنوان کشوری که در حقیقت همجنسگرایان رو چگونه باش رفتار میکنه، زنان رو چگونه باش رفتار میکنه و چگونه در حقیقت موازه مستبد و سرکوبگر داره، بارها این رو در حقیقت مبارزات انتخاباتیش مطرح کرد. دقیقاً. و اگر خاطرتون باشه، حالا ما توی دوره همین کمپین انتخاباتی بارها و بارها تو برنامه خود شما که اومده بودیم صحبت از این بود که باید داره به مسلمان‌ها اهانت میشه، توهین میشه. ولی ببینید چطور یک سیاستمدار خوب، یک رهبر خوب، یک رهبر قدرتمند مثل پرزیدنت ترامپ تونست بیاد تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنه. یعنی وقتی که این همه اعتراض داشت بهش میشد درباره برخوردی که با مسلمان‌ها داره، تونست این رو کاملا بیاد بچرخونه، 180 درجه بچرخونتش و تبدیل بشه به یک دوستی بسیار عمیق و اعتمادی که بین دنیای اسلام و دولت جدید ایالات متحده پیش اومد، درست نقطه مقابل اتفاقی که با پرزیدنت اوباما افتاده بود. یادمون باشه وقتی اوباما رفت به عربستان، پادشاه عربستان به دیدن اوباما، به استقبال اوباما نیومد، فرماندار رفت. بله. و بس یک توهین بود، از لحظه ورود اوباما توهین بود وقتی رئیس جمهوری، یعنی نشون میده اون فردی که به عنوان رهبر میخواد بره بشینه روی یک صندلی، حتی اگر صندلی قدرتمندترین صندلی روی کره زمین باشه، خود اون فرد هم باید جنم و توانایی نشون دادن اون، یعنی اون لیدرشپ رو داشته باشه در درون خودش که بتونه اون رو به نمایش بذاره. نه فقط اوباما پادشاه عربستان به دیدنش، به استقبالش نیومده بود در پای پله های هواپیما، بلکه وقتی اوباما به دیدن پادشاه عربستان در کاخ سعودی میره، اونجا اوباما تا کمر تا میشه جلوی پادشاه عربستان. اما اینجا ما شاهد بودیم که درست. حالا من اینجا یه سوالی بکنم، این رو من شنیدم، من خودم موفق نشدم اون در حقیقت سگمنت یا اون فیلم رو ببینم. آیا در اون زمان هم این مدالی رو که به گردن دونالد ترامپ انداخت آقای، یعنی پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان، به او هم این مدال رو میخواست بگیره که دلا شد، یا اینکه نه 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 اوباما در لحظه فقط به خاطر دست دادن و احوال پرسی تا کمر، نه حالا یه وقت، بله من شنیدم اینو که بله، ولی تا کمر تا شد جلوی پاد. ولی حالا به هر صورت اینها، حالا به هر حال این بحث در حقیقت استقبال پرشوری که از در حقیقت دونالد ترامپ شد، شگفت انگیز بود، به ویژه در رابطه با همین مسائلی که الان شما اشاره کردید. این برای اولین بار بود که چنین استقبال پرشوری، یعنی با حضور نه تنها خود پادشاه ولیعهد و تمام سران عمده، ولی چنان با رونق و زرق و برق این استقبال شد که خود اینها همچنان مونده بودن که، و ایوانکا ترامپ هم در اون در حقیقت مراسم توییتری میگه این مسئله رو. بله. ولی به مسئله مهم که بخوایم اشاره بکنیم، در حقیقت به این بپردازیم که روی کرده آقای ترامپ، سیاست خارجی آقای ترامپ نسبت به ایران. ببینید چند مسئله عمده در این کنفرانس مطرح شد که عمده ترینش تشکیل ناتوی عربی در مبارزه، در راستای مبارزه با داعش و مقابله با ایرانه. این رو خواهش میکنم این مقدار بیشتر توضیح بدید. ببینید از یعنی واقعا این تیزهوشی رو شما در طراحان این سیاست‌های خارجی، حالا این بخش رو مطمئناً سیاست‌های خارجی دولت جدید آمریکا می‌بینید. وقتی که پرزیدنت ترامپ در اولین سفر خارجی خودش در عربستان در حضور نمایندگان 50 کشور اسلامی با اون عزت و شکوه اعلام می‌کنه که شما باید خط مقدم نبرد با اسلام تروریستی باشید، با مسلمانانی باشید که اومدن و دارن وجهه اسلام رو خراب میکنن، و بهشون پیشنهاد میکنه که شما بیایید اینجا یک مرکزی رو تأسیس بکنید، همینجا در عربستان که قلب دنیای اسلام هست، اینجا مرکزی رو تأسیس بکنید، ما هم همه جوره حمایتتون میکنیم که توی این مرکز از همینجا، از قلب دنیای اسلام با تروریسم اسلامی مبارزه بکنید. این اوج تیزهوشی یک اون مرکز که تأسیس شده حدود مثلا یک ماه دو ماه پیش که رفتن و
نشون میدادن که اینا همه رفتن اونجا. آیا در رابطه با همون صحبت میکنیم؟ در رابطه با همونه و این که تقویت بکنن اونجا رو. بله. اینا حالا چه چیزی هم بود، عظیمی هم بود اون چیزی که نشون میدادن. و فقط شما نگاه بکنید لحظه های ورود پرزیدنت ترامپ، تو لحظه های ورودش اولین قرارداد با لاکهید مارتین میاد امضا میشه، 110 میلیارد دلار قرارداد. بعد قراردادهای جانبی که میاد امضا میشه و گفته شده که مبلغ قراردادها بین 450 تا 470 میلیارد دلار قرارداد فروش تجهیزات نظامی امریکایی خواهد بود به عربستان. و جالبه که حالا چرا همه این اتفاقات داره میفته؟ یعنی ببینید شما ندانم کاری های رژیم جمهوری اسلامی تا کجا هست که به واسطه تهدیدات رژیم جمهوری اسلامی علیه همسایگان خودش یک اتفاق باور نکردنی رخ داد. من یادم 3 سال پیش توی یکی از کنفرانس هایی که توی واشنگتن برگزار میشد، من با یکی از شاهزادگان سعودی گفتگویی رو داشتم سر میز شام و داشت برای من میگفت امیر، برای ما باور کردنی نیست که به خاطر تهدید رژیم جمهوری اسلامی ما الان پشت پرده نزدیک شدیم به اسرائیل. دولت اسرائیل. بل. و خب از کجا این اتفاقات افتاده بود وقتی رژیم جمهوری اسلامی، یعنی ببینید یک رژیم چقدر میتونه بیمار باشه، چقدر میتونه ذهن آدم کش و ذهن وحشی داشته باشه که بشینه برنامه ریزی بکنه سپاه پاسداران که ما بیایم بریم با یک فردی در ایالت تگزاس صحبت بکنیم، آقای منصور اربابزیار، که این فرد رو بکشونیم ببریم در مکزیک و در مکزیک این فرد با کارتل‌های مواد مخدر و خرید و فروش اسلحه و قاچاق انسان با اونها شروع بکنه همکاری بکنه و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بیاد پولی رو بریزه به حساب این فرد در مکزیک که از اونجا این فرد بیاد برنامه ریزی بکنه بره در واشنگتن و در واشنگتن وقتی سفیر عربستان عادل الجبوری اون زمان سفیر عربستان در نشسته توی یک رستوران داره غذا میخوره، اون رستوران رو منفجر بکنن، تعداد زیادی از مردم بیگناه رو بکشن، مسئولین امریکایی رو که با اون سفیر عربستان نشستن بکشن، خود اون سفیر رو بکشن. یعنی یک رژیم چقدر میتونه ذهن بیماری داشته باشه که دست به همچین کارهایی بزنه؟ و اتفاقا بلا فاصله بعد از این اقدام رژیم جمهوری اسلامی بود که روابط پشت پرده دولت عربستان و دولت اسرائیل به پیشنهاد دولت عربستان شروع شد. یعنی ما همه میدونیم بعد از جنگ های 6 روزه بین اعراب و اسرائیل، چون اعراب به شدت خفیف شده بودن، یعنی عزتشون زیر سوال رفته بود مثلا توی اون جنگ، که چطور یک دولت بسیار بسیار کوچیک دولت اسرائیل تونسته بود اعراب رو با این همه دبدبه و کبکبه ظرف 6 روز تمام اسکادران نظامی اعراب رو از بین ببره و بعد از اون هیچ وقت اعراب نتونسته بودن بپذیرن که یک اسرائیلی رو یک جای تحمل بکنن. اما به خاطر رفتار رژیم جمهوری اسلامی سر ماجرای منصور اربابزیار، به خاطر اون خود دولت عربستان پیش قدم میشه با دولت اسرائیل که روابط حسنه برقرار بکنه. برای چندین سال این روابط پشت پرده باقی میمونه تا الان که دیگه آشکارش میکنن که سفر پرزیدنت ترامپ و پرواز مستقیم از عربستان به فرودگاه بن گوریون در تل آویو دقیقاً داره این پیام رو میرسونه که حالا دیگه اسرائیل و عربستان متحدین نزدیک هستن. تمام این جمع شدن رهبران کشورهای عربی در استقبال از پرزیدنت ترامپ، دقت بکنیم یک کشور اونجا وجود نداره، کشور ایران وجود نداره، چون تمام اینها رو توی سخنرانی پادشاه عربستان و سخنرانی پرزیدنت ترامپ همه اینها رو دارن تشویق میکنن که بیایید با هم علیه رژیم جمهوری اسلامی متحد بشیم، بیایید اون رژیم رو ما ایزوله بکنیم. و یک نکته بسیار جالب، بسیار بسیار جالب، در سخنرانی پادشاه عربستان و در سخنرانی پرزیدنت ترامپ توی عربستان که هیچ جایی تا حالا این گفته نشده، من برای اولین بار توی برنامه شما میخوام درباره این صحبت بکنم، وقتی که بی بی سی فارسی داره ترجمه میکنه سخنرانی پرزیدنت ترامپ رو، میرسه به اون بخشی که پرزیدنت ترامپ اعلام میکنه مردم ایران با
بزرگترین قربانیان رژیم جمهوری اسلامی هستند. درسته. ما میخوایم کمک بکنیم به مردم ایران. ما با مردم ایران مشکلی نداریم. همین حرف عیناً توسط پادشاه عربستان هم زده میشه. بله. که ما برای مردم ایران، برای تاریخ ایران احترام و ارزش قائل هستیم. اما ما همه میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی دشمن مشترک دنیا و دشمن مشترک مردم ایرانه. این بخش رو بی بی سی فارسی ترجمه نمی کنه. اجازه بدین این بخش رو پخش بکنیم. برمیگردیم با شما خواهیم بود. آقای مشکینیار عزیز، اگر آماده هستید این بخش رو پخش بکنیم. من دارم صحبت میکنم راجع به ایران الان. از لبنان تا عراق تا یمن، ایران تأمین مالی میکنه و تعلیم و آموزش میده تروریست ها رو و ستیزگران و گروه های افرادگری رو که تخریب و هرج و مرج رو اشاعه میدن در سراسر منطقه. طی دهه ها ایران تونسته سوخت آتش رو فراهم بیاره برای تمام اختلالات و اختلافات قومی. کشوری است که گفته مرگ بر آمریکا، خواهان نابودی اسرائیل شده و خواهان از صدمه زدن به تمام کشورهایی شده که در اینجا هستن نمایندگانشان. یکیش بی ثبات کردن منطقه است. شما فعالیت های بی ثبات کننده ایران رو در سوریه دیدید. اسد به لطف حمایت ایران تونسته اقدامات مذبوحانه انجام بده و ایالات متحده اقداماتی اخیراً انجام داد در رابطه با استفاده ی رژیم اسد از تسلیحات هسته‌ای، تسلیحات شیمیایی. 59 موشک فرستادیم به یک پایگاه سوریه از جایی که حمله شیمیایی آغاز شده بود. کشورهای مسئول باید با یکدیگر کمک بکنند که پایان بدهند بحران انسان دوستانه در سوریه، حل و فصل بحران انسانی رو. رژیم ایران قربانیان بزرگتر قربانیانش خود مردم ایران هستند. ایران یک تاریخ و فرهنگ غنی داره، ولی مردم ایران خودشون متحمل رنج و ناامیدی شدن به خاطر رفتار غیر مسئولانه رهبرانشون. تا زمانی که رژیم ایران قبول نکنه که یک شریکی باشه در تلاش‌های صلح، همه کشورهای باید دیگه همکاری کنن که منزوی بکنن ایران رو، تأمین مالی اقدامات تروریستی ایران رو قطع بکنن و دعا بکنن برای زمانی که مردم ایران بتونن یک دولت منصف داشته باشن. تصمیماتی که ما اینجا میدیم تأثیر گذار خواهد بود روی زندگی بسیاری. ملک سلمان، من از شما تشکر میکنم به خاطر شالودریزی این لحظه بزرگ در تاریخ گردیم. و به خاطر سرمایه گذاری بزرگ. بله، شنیدید اون قسمت رو و آقای ترامپ اشاره کردن که نه تنها ایران در حقیقت بانی و باعث بحران در منطقه هستش، بلکه مردم خود کشور ایران هم در حقیقت در یک نوع اسارت و گروگانگیری به سر میبرن. البته این واژه های منه، ولی مفهوم این بود اشاره میکردید آقای. دقیقا. و حالا اگر من چیزی که گفتم، اگر همین ترجمه رو شما روی این الان کار صدای آمریکا بود، من بهتر بگم که صدای آمریکا واقعا اخیراً داره خیلی خوب عمل میکنه و اون سیاست های قدیمی که بوده به نظر میاد دارن جبران میکنن، داره به تدریج مقدار بله. و ولی خب همینا اگر شما روی بی بی سی ببینید، این بخش رو میبینید بی بی سی ترجمه نکرد. وقتی که دارن همدردی با مردم ایران میکنن، قشنگ یک چیز دیگه ای گفت مترجم بی بی سی و از روش رد شدن و رفتن. و حالا نکته ای که هست، الان فرصت بسیار بزرگی پیش اومده، فرصتی پیش اومده برای همه ما ایرانیان آزادی خواه که بتونیم. ما که سالها آرزو داشتیم دنیا علیه رژیم جمهوری اسلامی موضع بگیره، آگاه بشه که این رژیم یک رژیم جنایتکار و خونریز هست. اما در آستانه سفر پرزیدنت ترامپ به عربستان اتفاق دیگه ای داشت در ایران ما رخ میداد. یک سیرک انتخابات و که ما هیچ وقت اسم اون رو انتخابات نمیذاریم. در قانون اساسی
مسخره رژیم جمهوری اسلامی، یک جوک کامل بیشتر نیست اون قانون اساسی. در اونجا اومدن یک سیستم هایی رو در نظر گرفتن، سیستمی که فقط کمک میکنه کسانی که الان سوار کار هستن در رژیم همینجوری تا ابد و دهر سوار کار بمونن و هیچ وقت هیچ کسی که به نوعی التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه نداره و خامنه ای رو به عنوان خدای روی زمین و آسمان نمیشناسه، نتونه بیاد حتی نزدیک صندلی های قدرت هم بشه طبق اون مکانیزمی که در قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی گذاشته شده. حالا در جریان این سیرک انتخاباتی اینا حتی تحمل خودشون رو هم ندارن. تقلب های بسیار گسترده ای داره صورت میگیره. داریم میبینیم دو تا کاندیدایی که عملا کاندیداهای مطرح هستن، یکی حسن روحانیه به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان مثلا وسط هست، یکی دیگه ابراهیم رئیسی که من در کتاب رفیق آیت الله دربارش نوشته بودم از چند سال پیش، که به این چهره نگاه کنید، کسیه که رژیم داره این رو میواد در روسیه میخواد این فرد بیاد بالا. این فرد همکار بسیاری از جنایت‌های سید علی خامنه‌ای در آغاز انقلاب تا به امروز بوده و یکی از چهره‌های همیشه مخفی مانده در تاریخ انقلاب اسلامی بود تا زمانی که کتاب رفیق آیت الله نورافکن‌ها رو روی این فرد انداخت. ابراهیم رئیسی کاندیدای دیگه است و بین این دو کاندیدا من حالا میخوام تحلیل رو ببینید دقیقا اتفاقی که توی ایران ما افتاد چی بود. رژیم جمهوری اسلامی اگر بفرمایید، چون ما چند تا فیلم هم داریم که در همین زمینه باید پخش بکنیم. خواهش میکنم. رژیم جمهوری اسلامی میاد و سعی میکنه از طرفی اصلاح طلبان، تیم روحانی، حالا تیم روحانی خاتمی مجموعه اصلاح طلبان، سعی میکنن با تصویر کردن یک جنایتکار قاتل، کسی که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 نقش داشته، اونها رو اعدام کرده در حالی که زندانهاشون، دوره زندانشون به پایان رسیده بود. این تصویریه که اصلاح طلبا دارن میکشن از ابراهیم رئیسی، اما بخش دوم تصویر رو نمیکشن که آقای مصطفی پور محمدی که وزیر دادگستری آقای روحانیه، دهنکجی که روحانی داره میکنه به حقوق بشر در تمام دنیا و وزیر دادگستری خودش رو میذاره پور محمدی. پور محمدی کسیه که در کنار ابراهیم رئیسی با هم امضا میکردند احکام اعدام زندانیان سیاسی رو، یعنی همونقدر که ابراهیم رئیسی دستش در قتل زندانیان سیاسی در سال 67 آلوده به خون بوده، همونقدر دست روحانی هم آلوده به خون هست. اما اینها اومدن این بازی رو کردن. منظورتون پور محمدی؟ روحانی چون رئیس جمهوریه که پور محمدی رو میاره تو کابینه خودش. من بعد خب خود آقای روحانی هم طرفدار اعدام و در حقیقت اعدام در برابر نماز جمعه و از این حرفا بوده و صحبتشو کرده. به هر حال ماهیت ارزشی اینها در رابطه با اون دیدگاهشون، ایدئولوژیشون تفاوت زیادی با هم دیگه نداره، هرچند که در مدیریت و برنامه‌های اقتصادی ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشن، جبهه‌ای باشه، ولی در نهایت از نظر حقوق بشر همه در کم و بیش در یک در حقیقت بوت به قولی قرار می‌گیرن. تفاوت زیادی آنچنان خب همه می‌دونن که نداره. هر کدوم کم و بیش دستشون به خشونت مستقیم و یا غیر مستقیم آلوده است. ولی در رابطه با انتخابات 12مین دوره بحث بر سر این بود، خیلی ها معتقدن که این محاسبات، این ارقام یک ارقام کاذب هست، به خاطر اینکه این شمارشی که اعلام کردن 20 و اندی میلیون، بعد از چند ساعت یه دفعه شد 40 و خورده میلیون، و بعد خب همجور که خودتون اطلاع دارید تبلیغات اصلاح طلبان در هراس پراکنی و گفتن همین که شما اشاره کردید آقای رئیسی، آیت الله قتل عام، آقای رئیسی ایران رو مشهد دیگر خواهد کرد، تمام نمیدونم بسیجی ها، سپاه، عمه جمعه، نهادهای وابسته به بیت، رسانه های وابسته به آقای خامنه ای، لب و بله، همه دارن آقای رئیسی رو بزرگ میکنن و احتمال رئیس جمهوری شدن ایشون هست و اگر ایشون بیاد ایشون جنگ طلبه، ایشون انقلابیه، ایشون در عادی سازی روابط خارجی اصلا مخالف این عادی سازی هستش و و و و خب کی میخواد که وارد جنگ بشه؟ شما میخواییم وارد جنگ بشین؟ نه، من که مخالف جمهوری اسلامی هم که نمیخوام وارد جنگ بشم. برای اینکه وارد جنگ نشم، برای اینکه آقای رئیسی نیاد، برای اینکه اوضاع بدتر از این نشه، خب میرم رأی میدم.
اینایی که اومدن و اینا افتخار میکنن که هم مسافریدن در خارج از کشور در داخل ایران، اولا که رأی سفید خیلی بود، خودشون اعلام کردن نزدیک 2 میلیون رأی سفید اونجا. هستین با من؟ بله بله، من میخوام یه چیزی رو اینجا خانم دکتر ببینید، ما خب خیلی خوب با سیستم بازی‌های انتصاباتی رژیم، این سیرک، آشنایی داریم. اینا برای تمام سال‌های بعد از انقلاب توی تمام این مثلا انتخابات‌ها همشون تقلب‌های بسیار بسیار گسترده‌ای رو کردن. و مهندسی، هم تقلب هم مهندسی. استاد دیگه این کار شدن و انقدر هم رسوای این کارهایی که میکنن، چون به هیچ کس هم پاسخگو نیستن، نه به مردم پاسخگو هستن، نه رسانه‌های آزادی اونجا وجود داره که پاسخگو باشن، نه نهادهای مستقل دولتی هست، نه حتی مثل آمریکا ما کمیسیون مستقل انتخابات اینجا داریم که این کمیسیون مستقل انتخابات خارج از حیطه دولت فعالیت میکنه. اما در جمهوری اسلامی اینجوریه که هر رئیس جمهوری که روی کاره خودش داره انتخابات دوره بعد خودش رو برگزار میکنه. برای همینه هیچ رئیس جمهوری ما ندیدیم یک دوره توی صندلی بشینه، تحت هر شرایطی رئیس جمهور چون وزارت کشور زیر دست خودش هست از توی صندوق ها اونجوری که دوست داره خودش رو در میاره و دوره دوم هم دوباره خودش میشینه و رئیس جمهور میشه. و این دوره از نکات جالب این بود، یک رقابت سنگینی بود بین دو طیف طرفداران نظام. یک طیف خب بسیجی ها و جانم فدای ولایت ها بودن که نشسته بودن توی مساجد، پایگاه های بسیج مساجد، تند و تند تعرفه ها رو چاپ کرده بود، سپاه پاسداران در اختیارشون گذاشته بود تعرفه های رأی رو. اینا هر بسیجی وظیفه داشت در راه امام زمان بشینه و چند هزار رأی رو تند تند بنویسه و آماده کنه برای به صندوق انداختن. از اون ور هم تیم روحانی، هم تیم اصلاح طلبان، هم اونها هم در داخل وزارت کشور تقلب بسیار گسترده، چون اونها هم تعرفه های وزارت کشور در اختیارشونه. تند و تند کارمندهای وزارت کشور هم مشغول نوشتن رأی و انداختن این آرا توی صندوق ها بودن، هر طرفی که میتونست توی این تقلب گسترده، چون اینا باید نگاه کنیم به این فیلم تعرفه ها که شما برای ما فرستادید. دقیقاً آقای مشکنیار عزیز، بدون اثر انگشت، بدون نام و امضای منشی، بدون ثبت مشخصات، بدون ثبت مشخصات، بدون ثبت مشخصات، بدون اثر انگشت، بدون اثر انگشت، بدون اثر انگشت. بدون امضا، بدون امضای منشی. بدون اثر انگشت، بدون نام و امضای منشی، بدون ثبت مشخصات، بدون ثبت مشخصات، بدون ثبت مشخصات، بدون اثر انگشت، بدون اثر انگشت، بدون اثر انگشت. بله آقای فخرآور، خود اینا هم که معتقد هستن و خودشون، خود سران رژیم هم وقتی در رقابت با هم دیگه قرار میگیرن، خب مسئله تقلب در انتخابات و مهندسی در انتخابات رو مطرح میکنن. کروبی مطرح کرد، موسوی مطرح کرد و دیگران همین جدید، حتی حالا اسم نمیبرم که این خانواده هاشمی بازم بیفتد و دردسر، همین فائزه هاشمی یه مصاحبه باش کرده بودن، میگفت مواظب باشید وقتی رأی میدید، نگاه بکنید، ناظر باشید که رأیتون رو در حقیقت به حراج نبرن. این موضوع تازه نیست، یعنی من معتقدم که مردم ایران حتی اونایی که رأی میدن بل اجبار یا بل اختیار واقف هستن که این دستگاه رأی گیری ناظری نداره و حتی شورای نگهبان در رابطه با پیشنهاد به قولی کامپیوتری کردن یا الکترونیکی کردن این رأی‌ها همواره مخالفت کرده در اتاق بسته بین خودش، و اگر قصدی در رابطه با مهندسی شدن یا تقلب کردن نداشت، خب خیلی شفاف و اوریان میتونستن مثل کشورهای دیگه بیان این رأی و شمارش رو در حقیقت گزارش بدن و به مردم رو هم در جریان مستقیم قرار بدن. پس بنابراین ادعایی که اینها میکنن حتی اگر درستن باشه مثل چوپان دروغگوه، یعنی انقدر اینا تقلب کردن، انقدر دروغ گفتن که کسی باور نمیشه. اما از سوی دیگه ما نمیتونیم منکر این بشیم که بسیاری از مردم حتی در خارج از کشور رفتن و به اینا رأی دادن.
در داخل این نمایش های تلویزیونی یا اینکه خبرنگار فرزن گاردین یا خبرنگار خارجی رو میبرن یه صفحه طولانی که اون گزارش به صفحه طولانی بده، ما میدونیم که اصولگراها خودشون نزدیک به 3 میلیون تا 4 میلیون رأی ثابت دارن و این رأی ثابت از برآمده از گروه های سپاه و بسیجی و عمه و وابستگان بیت رهبری و تمام این نظامیان و نمیدونم اینایی هستن، حتی ارتش که بهشون میگن باید رأی بدید. و در این حال هم شما این تصور اینو بکنید در مبارزات انتخاباتی وقتی آقای روحانی آقای رئیسی رو متهم به این میکنه که متهم که نه در رابطش میگه که اینا اتوبوس برمیدارن و هم دارن نیروها رو بسیج میکنن که برن سالن سخنرانی رئیسی رو پر بکنن، اونم در تقابل همینو میگه، اگه مردم حاضر نیستن که به سالن‌های سخنرانی اینا برن و اینا مجبورن با همون رأی ثابتشون اون افراد چند میلیونی که دارن اینا رو از اتوبوس بردارن از این نقطه به اون نقطه ببرن، پس بنابراین این دیگه پر واضحه که 40 میلیون رأی چیز شگفت انگیزیه و هیچ کس باور نمی‌کنه. حالا مسئله این نیست، مسئله این هستش که خیلی معتقدن که برنامه آقای رئیسی بوده ولی این جریان آقای ترامپ، سفر آقای ترامپ، برنامه‌های آقای ترامپ به خاورمیانه در روزهای آخر یا حتی در لحظات آخر در همون دو روز در حقیقت یک چرخشی بین این سران جمهوری اسلامی و حراسی در دل اینا حاصل کرد که ما باید روحانی رو که در حقیقت سیاست اعتدال داره، آقای ظریف که در حقیقت موضع صلح‌جویانه میگیره، مثلا در همون کنفرانس امنیتی مونیخ، خب خیلی از مسائل در همون کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شد و موضع ایران در حقیقت بحرانزایی ایران در خاورمیانه در همونجا مطرح شد. خب شاید مثلا یکی از این تغییر روی کرده جمهوری اسلامی در حقیقت آوردن آقای رئیس روحانی برای بار دوم همین ترس و حراس از این بوده که مبادا با آوردن رئیسی در حقیقت موضع وخیمتری پیدا بکنن. برای همینم وقتی این آقای ترامپ این موضع رو گرفت، از آقای ظریف گرفته تا آقای قاسمی و رهبران دیگه گفتن ما یک در حقیقت مملکت مردم سالار هستیم، انتخابات ما حماسه‌ای که مردم آفریدن نشون میده که ما چقدر پایگاه مردمی داریم، مردم پشتیبان ما هستن و تا زمانی که مردم پشتیبان ما هستن هیچ کسی کاری نمیتونه بکنه. ببینید من حالا این بحثی رو که داشتم درباره آرام کردم تا اینو بگم ببینید چقدر خطرناکه اتفاقا این کاری که الان انجام شد. ما دو دسته رو داشتیم داشتن تون تون رأی می نوشتن که تقلب بکنن، همونجوری که شما دارین میگید حدود 3-4 میلیون اینا میتونستن رأی شاید برای خودشون فراهم بکنن، حالا من نظرم 2-3 میلیونه، بگیم حالا 3-4 میلیون، بگیم 5 میلیون رأیی که واقعی بوده، رفته وجود داشته، نگرانی بوده و جالبه که منطقه بالای شهر تهران اونجا بسیار صندوق‌ها پر شده بود چون خیلی نگرانی بود. منطقه یعنی کسانی که جز میدل کلاس حساب میشن، طبقه متوسط و طبقه پایین، همه جا خالی بود و این تفاوت داشت دیده میشد، یک چیز بسیار عجیبی بود اتفاقا توی این دوره. و بجز این 4-5 میلیون رأیی که واقعا وجود داشت، بقیه‌اش رقابت رأی‌های نوشتن رأی‌های تقلبی توسط وزارت کشور با توسط بسیج و سپاه پاسداران بود. در نهایت با مجموعه این میلیون ها رأی تقلبی گفتن 26 میلیون. بعد خامنه ای 23 میلیون بعد از 5 سال دفعه شد 40 میلیون. بعد خامنه ای حکم حکومتی داده بود که باید روحانی بیاد، است باید رئیسی از صندوق ها بیاد بیرون و انتظار داشت که این حکم حکومتیش اجرا بشه. اما روحانی که براش، روحانی و ظریف و تیمشون، این قضیه بیرون اومدن رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی رژیم برای اینها حکم در واقع پایان حیات سیاسیشون رو داشت. روحانی تصمیم گرفت یک قمار سیاسی بکنه و دستور خامنه‌ای رو اجرا نکنه و بگه وزارت کشور مال خود منه و در نهایت نماینده بفرستن. درست لحظه‌ای که هواپیمای پرزیدنت ترامپ میشینه توی عربستان و پادشاه عربستان میاد به دیدن، میاد به استقبال ترامپ، تو همون لحظه ما میبینیم ساعت‌ها کامل درهای وزارت کشور بسته است، تلویزیون جمهوری اسلامی هیچ آماری ارائه نمیده از انتخابات و شورای نگهبان حکم دستور داده، بیانیه صادر کرده که به هیچ عنوان وزارت کشور نباید نتیجه رو اعلام بکنه. درست توی اون لحظه خامنه ای میپذیره، میبینه ایداد بیداد، انگار واقعا تمام دنیا علیه ما متحد شدن و میپذیره، میگه باشه.
روحانی اگر هر کاری میخواد بکنه، هر غلطی میخواد بکنه بکنه، اما ما هم گزینه خودمون رو داریم. رئیسی هم پس از من رهبر خواهد شد و ما مطمئن میشیم که همه چیز تحت کنترلمون خواهد موند. و فراموش نکنید بعد از اعلام نتیجه خامنه ای نمیاد تا تبریک بگه به حسن روحانی و 14 میلیون رأی اهدایی رهبری رو در واقع اضافه میکنن به آمار رأی هایی که هست که بگن اهدایی رهبری مردم رأی دادن. آقای میگم اهدایی رهبری، آقای فخرآور اون نزدیک به ساعت 7:10 ما یه فیلم داریم از شما که در هفته گذشته در این کنگره ملی از صدای آمریکا پخش شده، شما ارسال کردید، اجازه بدید اون فیلم رو پخش بکنیم. نظر شما و دیگر هیئتی که در این جلسه حضور داشتن رو پخش بکنیم. اگر پیامی دارید که بفرمایید، اگر نه ما با پخش این برنامه میریم به پخش پیام‌های بازرگانی و میرسیم به مهمان بعدیمون. اگر فرصتی هست میخواید فیلم رو پخش بکنید، من بعدش 2 دقیقه شاید فقط جمعش بکنم و دیگه در باشه. آقای مشکین یار عزیز، فرصتی هست؟ اصلی که توش گذاشتن 175 است، هیچ کمکی که نکرده هیچی، بلکه فقط مصیبت و گرفتاری برای 80 میلیون ایرانی به بار آورده. آقای فخرآور در مراسم رونمایی از پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند تابوی دشواری دستیابی به قانون اساسی پس از سرنگونی حکومت کنونی در ایران را بشکند. قانون اساسی که کسی به ما مجوز نداده که برای مردم ایران و برای ایران آینده قانون اساسی بنویسیم. ما داریم یک بحث رو باز می‌کنیم که یک شجاعتی توی جامعه ایجاد بشه، یک اعتماد به نفسی ایجاد بشه که آقا نوشتن قانون اساسی چیز وای خطرناکی نیست، شدنیه، میشه این کارو کرد. در این پیشنویس پیشنهادی اصل ولایت فقیه که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن بنا شده است کاملا حذف شده و رأی اکثریت مردم ایران به عنوان بالاترین جایگاه در تمامی تصمیم گیری ها تضمین شده است. ترنت فرانکس عضو مجلس نمایندگان آمریکا و یکی از حامیان تدوین این قانون اساسی توصیه مشخصی را با شرکت کنندگان در این مراسم در میان گذاشت. یک توصیه، اگرچه شماها نمای بهتری از وضعیت ژئوپلیتیک خود دارید، وقتی که این رژیم سرنگون شود، این خیلی حیاتی است که تمامی گروه‌های مخالف که اینجا و دیگر جاها هستند با همه سختی‌هایش کنار هم به صورت خودخواسته و نه اجباری جمع شوند. به گفته آقای فخرآور، برای نگارش این قانون اساسی از قانون اساسی آمریکا الهام گرفته شده است. دن هالتروپ مشاور سیاست خارجی آقای فرانکس در آغاز این نشست با توجه به همزمانی برگزاری نشست با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت که کنگره ملی ایرانیان زمان بسیار مناسبی را برای برگزاری نشست انتخاب کرده است که با هدف انتقال دموکراتیک سیاسی ایران همخوانی دارد. کنت کاتسمن رئیس خدمات پژوهشی کنگره آمریکا به عنوان یکی از کارشناسان مسائل ایران در این مراسم از وجود نهاد شورای نگهبان به عنوان نهاد رد صلاحیت افراد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان اهمیت ویژه داده شده به شدت انتقاد کرد. رد صلاحیت نامزدها در انتخابات ایران یکی از دلایلی است که وزارت خارجه انتخابات در ایران را نه آزاد و نه عادلانه می‌داند، زیرا بر اساس این فرایند دامنه انتخاب نامزدها بسیار محدود می‌شود. کشیش سعید آبدینی که حدود 4 سال در ایران به خاطر تبلیغ مسیحیت زندانی شده بود، در این نشست گفت که حکومت ایران باید هر چه زودتر سرنگون شود، زیرا که مقامات تهران با آنچه به شستشوی مغزی نامید به دنبال تربیت نسل‌ها با ویژگی‌های رهبران کنونی ایران هستند. وظیفه داریم که روشنگری کنیم و وظیفه داریم از این نسل خردسال حفاظت کنیم. اگر ما به اونها خوراک سالم، تغذیه روحانی، روانی و جسمانی سالم ندیم، مطمئناً اونها افرادی خواهند شد مثل احمدی‌نژاد، افرادی خواهند شد مثل هریسی و افرادی خواهند شد مثل خامنه‌ای. بر اساس اطلاعات مندرج در سایت این نهاد، کنگره آمریکا در 19 اوت 2016 29 مرداد 1395 با به رسمیت شناختن کنگره ملی ایرانیان این سازمان را در صدر لیست گروه‌های مخالف رژیم جمهوری اسلامی قرار داده است که برای تحقیر حکومت فعالیت می‌کنند. بله آقای فخرآور، شما رئیس این کنگره هستید، درسته؟ رئیس سنا این کنگره هستید؟
من در واقع رئیس سنای کنگره ملی ایرانیان هستم. کنگره ملی ایرانیان سه رکن داره: سنا و کابینه اجرایی و دادبان که نقش شما رئیس سنا هست. من رئیس سنا هستم توی کنگره. خب پس ما الان یه دقیقه فرصت داریم که شما جمع بندی کنید. من این چون وقت مهمان بعدیمون گرفتیم. میخوام خیلی طرف صحبت من اپوزیشن هستن که بعد از این نمایش رژیم، بعد از این جنگ روانی که رژیم جمهوری اسلامی را انداخت با این سیرک انتصاباتی، خیلی هاشون ناامید شدن، خیلی ها شروع کردن به مردم ایران توهین کردن، به مردم بعد گفتن آو این مردم لیاقت همون رو دارن. من دیدم یک مقاله نوشته شده بود توسط یکی از این رهبران اپوزیشن توی لندن که همین امروز اومده بود بالا: شکست مفتزهانه یا اپوزیشن در جریان انتخابات نمیدونم ریاست جمهوری 12. و اتفاقا ببینید، اگر ما خودمون رو وارد این حوزچه لجن رژیم بکنیم که آیا تحریم انتخابات یا شرکت در انتخابات، اگر بیافتیم توی این حوز معلومه که بوی گند میگیریم. بهتره که به طور کامل از کنار این حوز لجن رد بشیم. ما چرا باید بریم موضع منفعلانه در برابر اقدامات رژیم بگیریم؟ در اپوزیشن کاری که ما کردیم با این کنفرانس این بود که اومدیم کل ساختار رژیم جمهوری اسلامی رو و قانون اساسیش رو، همه چیش رو زیر سوال بردیم و گفتیم یک قانون اساسی اتفاقا مدرن و دموکراتیک رو که میتونیم باهاش کار بکنیم و میتونیم بگیم این میتونه برای مردم ایران دموکراسی و آزادی بیاره، در قالب یک جنبش قانون اساسی گفتیم این کار رو شروع بکنیم برای اینکه این ما باشیم که میتونیم خط بدیم، نقشه راه مشخص بکنیم برای آینده این مبارزه، نه اینکه ما دنبال روی رژیم باشیم که رژیم کجا به ما جا میده بیاین بازی کنیم، اونجا بیاین وارد عمل بشیم و اینجوری بخوایم توی این جور مواقع مردم رو ناامید بکنیم. اتفاقا آزادی خواهی مردم بسیار هم بالاست و حالا تو برنامه‌های دیگه بیشتر دربارش حتما با سپاس از شما. خیلی ممنون دوستان عزیز. به چند پیام بازرگانی گوش